از زمان آخرین پرواز شاتل در سال 2011 آمریکا برای اعزام خدمه تازه نفس به ایستگاه فضایی بین المللی از موشک های روسی استفاده کرده اما ظرف چند سال آینده این وضعیت تغییر خواهد کرد سازمان ملی فضانوردی آمریکا ناسا و چندین شرکت خصوصی در حال تکوین کپسول هایی هستند که بتواند انسانها را به مدار کوتاه زمین و حتی حتی فراتر از آن ببرد به گزارش همکارم جورج پوتیک فضانوردان آمریکایی با استفاده از شبیه سازهای پرواز در حال فراگیری و آزمایش روشهایی برای فضاپیماهای تجاری هستند ستارلاینر سی استی 100 شرکت بوینگ بنا قرار به قراردادی به ارزش 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از اواخر سال 2017 پرواز خدمه انسانی به ایستگاه فضایی بین‌المللی را آغاز خواهد کرد. بوینگ و دیگر سازنده فضاپیما یعنی سپیس اکس میگویند خواهند توانست فضانوردان را با 20 میلیون دلار هزینه کمتر در مقایسه با استفاده از فضاپیمای روسی موسوم به سایوز به مدار کوتاه دور زمین بفرستند. از آنجا که محصول هر دو شرکت در مراحل پیشرفته تولید قرار دارند، فضا نوردان با استفاده از شبیه سازهای پرواز نظیر آنچه که بوینگ در دسترس گذاشته، تمرین های خود را آغاز کردند. این یکی از شبیه سازی های مختلفیه که ما خواهیم داشت. در ابتدا هدف آشنایی با کابین و سیستم های داخل کابینه، نقشه کابین و اینکه چطور خدمه میتونن در داخل فضاپیما تعامل داشته باشند. طرح فرمانها برای فضاپیما نسبت به روزهای اول فضاپیمایی تغییرات زیادی کرده به جای استفاده از صدها دکمه و سویچ و دستگیره فضانوردان با استفاده از فرمانهای ساده و صفحه نمایشی لمسی پرواز خواهند کرد شبیه یاد گرفتن رانندگی اتومبیله فرقش اینه که آدم یاد میگیره چطور یه فضاپیما رو برونه ناسا به طور همزمان در حال تولید فضاپیمای اوریون و موشک قوی تر است به نام سپیس لانچ سیستم یا نظام پرتاب فضا. این سازمان در نظر دارد پروازهای مدار کوتاه را به بخش خصوصی واگذار کند تا بتواند عمده تمرکز خود را بر روی ماموریت‌های به اعماق فضا بگذارد مانند نخستین پرواز انسان به مریخ